سلام خوانندگان عزیز، امروز ما همراه شما موضوع درس 46 رو می آموزیم که این به قیمت تقریبی عدد صافی مطلق بخشیده می شود که این با بخشیده می شود به حساب کنی های تقریبی. باید از مفهوم های اساسی این موضوع آغاز کنیم. تعریف: قیمت مطلقی فرق بین عدد و قیمت تقریبی آن صافی مطلق تقریبی عدد نامیده می شود. آن را با رمز دلتا اشاره میکنند. فرق مذکور را با حرف الف با یونانی دلتا اشاره میکنیم. از اینجا برای افاده صافی مطلق قیمت تقریبی یا مختصر صافی مطلق برابری زیرین را حاصل میکنیم. دلتا برابر است به مدل x مینوس a. بیایید خوانندگان عزیز این موضوع را با مثال ها مستحکم کنیم. در شرط مثال یکم چنین آمده است: مساحت کوادرات رو حساب کنید، اگر درازی طرفش با 1.5 متر و 2.34 متر برابر باشد. مثال یکم. ما در این مثال می نویسیم داده شده است طرفی مساحت کوادرات داده شده است. درازی طرفی کوادرات موافقاً با عدد 1.5 برابر است. طلب کرده می شود که مساحت کوادرات رو حساب کنیم. یعنی 1.5 متر این درازی طرفی کوادرات رو تشکیل می دهد. طلب کرده می شود که مساحت کوادرات یافته شود. مساحت کوادرات رو می یابیم و آن رو یکلخت می کنیم تا عددی بتون یکلخت می کنیم و صافی مطلق آن رو حساب می کنیم. بیایید آن رو اجرا کنیم. مساحت کوادرات خیلی که معلوم است، با A در درجه 2 برابر است که A رو با A ضرب میکنیم. پس با جای A 1.5 رو میگذاریم، ضرب 1.5 این با عدد 2.25 حاصل میشود که آن با متر کوادراتی افاده کرده میشود. اگر S برابری 2.25 متر کوادراتی برابر باشد، ما آن رو تا عدد بتون یکلخت کنیم، پس S تقریبا به عدد 2 متر کوادراتی برابر می شود که در اینجا x برابر می شود به عدد 2.25 و قیمت تقریبی عدد به 2 برابر شده. صافی مطلق آن را با حرف دلتا اشاره می کنیم و چند فویز بودن خطاگی را می یابیم. پس x مینوس a این برابر می شود به عدد 2.25 مینوس 2، این به عدد از 0.25 برابر است که ما خطاگی یا اینکه خطاگی این مسئله را با واسطه قیمت صافی مطلق یافتیم که آن به عدد 25% برابر است. آن را چنین اشاره میکنیم. مسئله دویم را حل میکنیم. در شرط مثال دویم چنین آمده است: پریمتر کوادرات را حساب کنید، اگر درازی طرفش به عدد 5.65 سانتی متر برابر باشد. آن را قید میکنیم. بگذار طرف کوادرات یعنی داده شده است، آن را با آ اشاره میکنیم که آن موافقاً به 5.65 سانتی متر برابر باشد. طلب کرده میشود که پریمتر کوادرات یافته شود. برای حساب کردن پریمتر کوادرات، خیلی که ما از کورس‌های پایان میدانیم، پریمتر کوادرات برابر می شود به 4 ضرب A و آن برابر می شود به 4 ضرب به جای A 5.65 را می گذاریم و قیمت آن را حساب می کنیم که قیمت آن به عدد 22.6 برابر شد که 22.6 این با سانتی متر افاده کرده می شود. اگر این عدد را تا بتون یکلخت کنیم، پس قیمت تقریبی این عدد به عدد 23 برابر می شود. اناکنون ما می توانیم صافی مطلق را حساب کنیم که چقدر ما به خطاگی راه دادیم. پس دلتا این برابر می شود به x مینوس a، یعنی که این برابر می شود، در اینجا قیمت x به عدد 22.6 برابر است، قیمت a باشد که آن را ما یکلخت کردیم به عدد 23 برابر است. پس به جای این قیمت ها می گذاریم 22.6 مینوس 23 این برابر است به عدد مینوس 0.4، یعنی که این به خود 0.4 برابر است که 0.4
فواید به خطا گیراه دادیم یا اینکه هنگامی به صد ضرب کردن ما وابسته فواید گفته میتونیم که خطاگی این مسئله 40% رو تشکیل میدید. مسئله سه را دیده میبرویم. در شرط مسئله سیم چی نامده است؟ حجم کوبی درازی تیغش به 1.21 متر رو میابیم. آن را حساب میکنیم. یعنی شرط مسئله سه طرف کوب یعنی تیغی کوب و ما با حرف آی شروع کرده می شود آن به 1.21 متر برابر است. طلب کرده می شود که حجم کوب با حرف و اشاره میکنیم یافته شود. برای یافتن حجم کوب خیلی که ما از کورس های پایانی میدانیم حجم کوب این برابر با آ نشان دهنده سه برابر می شود که موافقا آ ضرب آ و ضرب آ برابر است. پس عدد 1.21 رو سه مرتبه ضرب میزنیم و عدد زیرین رو حاصل میکنیم که نتیجه آن و 1.771 و 5 برابر است. آن را یک لخ میکنیم یعنی تقریبا همگامی به عدد بتون برابر کردن یا به عدد تا دهی یک لخ کردن فرض کردیم 1.18 متر کوبی تقریبا آن را نوشتیم. اول خطاگی ما یا صحف مطلق را حساب میکنیم که آن موافقا به عدد 1.18 مینوس 1.77 این برابر می شود به عدد مدل 0.3 برابر می شود یا خود این به عدد 0.3 یا اینکه به 3% صف برابر است که این جواب این مثال به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می برویم. در شرط مسئله چهارم چنین آمده است: صحف مطلق قیمت تقریبی را که در نتیجه یک لخ کردن عدد زیرین پیدا شده است یابید. آ 9.87 تا واحد ها. برای حل کردن این مثال داده شده چخلی که به ما معلوم است صحف عدد مطلق را تا دهی باید یک لخ کرد، یعنی در اینجا قید میکنیم حل. فرض کردیم 9.87 این به عدد x برابر است. هنگامی این عدد را یعنی برای اون که تا واحد یک لخ کنیم آن را ما قسم بوتین آن را میپرتاییم و تا واحد آن تقریبا به عدد 10 برابر میشود. پس صحف مطلق موافقا به عدد x مینوس a برابر میشود که آن را با سی فرمول حساب میکنیم. به جای x 9.87 را میگذاریم، از آن 10 را ترک میکنیم که به ما تا واحد یک لخ کردن لازم است. از عدد 9.87 10 را ترک کنیم این به عدد 0.13 با مینوس حاصل می شود. پس صحف مطلق این عدد داده شده 9.87 تا واحد یک لخ کردن به عدد 0.13 برابر می شود که این جواب این مثال به حساب می رود. خوانندگان عزیز، برای مستحکم کردن موضوع به شما یک چند مثال ها پیشنهاد کرده می شود که آنها را در وقت خالیگی باید اجرا کرد. و همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده. موفق باشید.